فصل هفتم. بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. فرشته دیگری را دیدم که از مشرق بر می خواست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت: تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم به دریا و یا خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. و شنیدم که تعداد کسانی که از همه قبایل بنی اسرائیل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بودند. 12,000 از قبیله یهودا، 12,000 از قبیله راوبین، 12,000 از قبیله جاد، 12,000 از قبیله اشیر، 12,000 از قبیله نفتالیم، 12,000 از قبیله مناسا، 12,000 از قبیله شمعون، 12,000 از قبیله لاوی، 12,000 از قبیله یساکار، 12,000 از قبیله زبولون، 12,000 از قبیله یوسف و 12,000 از قبیله بنیامین. بعد از این نگاه کردم و گروه کسی را دیدم که به شمار نمی آمد، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و جانب بره است. و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن چهار حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند: آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آن خدای ما باد تا به ابد، آمین. آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت: این مردان سفید پوش کی هستند و اهل کجایند؟ من پاسخ دادم: ای آقای من، تو باید بدانی. بعد به من گفت: اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی با آنها آسیب نخواهد رسانید. زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد. و خدا همه اشک‌ها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد.